سلام دوستان، با سری 16 ده لغت در روز شبکه یوتیوبی یادگیری در خدمتتون هستم. بعضی از دوستان خواسته بودن که یه سری در واقع ادورب بذارم و کلماتی رو ساده تر و کاربردی تر بهتون معرفی کنم که تلاشم کردم و امیدوارم به نفعتون باشه، به دردتون بخوره، بیشتر به دردتون بخوره. از کامنت های خوبی هم که میذارین بچه ها واقعا سپاسگزارم. خب، کلمه اول در صورت امکان، یعنی این که اگر امکانش باشه من این کار رو برای تو انجام میدم، اگر هوا خوب باشه من میتونم با تو پیاده روی بیام، اگر قیمتش خوب باشه من میتونم بخرم، اگر دوست داشته باشین من میتونم براتون کار کنم. یعنی امکانی که باید فراهم بشه تا یه کاری انجام بشه. کلماتی که میتونیم براش بگیم eventuell، allenfalls، möglicherweise، schätzungsweise، wahrscheinlich، womöglich، vielleicht و vermutlich. Vermutlich، vielleicht و وارشاینلیش بیشترین چیزی هستن که مورد استفاده قرار میگیرن. ببخشید بخاطر این صدایی که وسطش اومد، بیشترین استفاده در واقع دارن. مثال: eventuell sehe ich meine Mutter morgen. یعنی در صورت امکان شاید مادرمو فردا ببینم. möglicherweise regnet morgen. möglicherweise در صورت امکان kaufe ich morgen mir ein Schirm. یعنی اگر در صورت امکان، در صورتی که بشه، فردا برای خودم یه دونه مثلا آفتابگیر میخرم یا چتر میخرم. schätzungsweise، بچه ها معنیاشون اینا خیلی به هم نزدیکن ولی اینکه 100% عین هم باشن نیست. ببینید فیلایشت، فموتلیش و اونتوئل، اینا هر ستاش یعنی شاید داره، معنی شایده. یعنی تقریبا میشه گفت این ستا رو هر جا استفاده کنین فرق نمی کنه. ولی آلن فایز و مگلیش وایزه و اینا یه کمی میتونه تخصصی تر بشه استفاده ازش. پیشنهاد که بهتون بکنم اینه که تکس بخونین، همین کلمه رو مگلیش وایزه بزنین توی گوگل، تکس ها میاد که مثلا کجا مکلش وایزه نوشته شده. من اگر بخوام تمام اینا رو توضیح بدم، اولا بهترین نمیتونم توضیح بدم، دوما خیلی ویدیو هم طولانی میشه و فکر نمی کنم مورد علاقه باشه که مثلا یه ویدیو 40 دقیقه باشه. همین چیز که گفتم به صورت خلاصه ما میخوایم بهتون بگیم شتش وارت آرتش، یعنی به صورت خلاصه. شتش وارت یعنی به صورت به قولن خلاصه ای، خلاصه بودنش رو معرفی میکنه. مثلا توی مدرسه بهتون میگن که توی امتحاناتون بهتون میگن که مثلا سلول های بدن، سلول های ترکیب مثلا برگ رو شتش وارتش یا شتش وارت آتش، یعنی به صورت خلاصه کلمه ای بنویسیم که مثلا بنویسیم مثلا A B C D مثلا سلولوز فلان چنان. کلمه بعدی این فله، یعنی در صورت. یعنی چی؟ یعنی این که در صورت که یه اتفاق بیفته یه انکار دیگر رو انجام میدیم. مثلا wir machen im Falle، یعنی ما انجام میدهیم در صورتی که دقیقا این فارسی میاد پشت سرش es doch nicht regnet einen Ausflug، یعنی ما انجام میدهیم در صورت که بارون نیاد یه دونه آوسفلوگ، یعنی یه دونه گردش، یعنی میریم گردش اگر بارون نیاد. حالا این فاله دوتا گرامر میتونه داشته باشه، یا میتونیم بگیم این فاله دس، میبینین wir machen یعنی یه کاری انجام میدهیم کاما، این فاله کاما یا کاما به قول آلمانی، Das ist doch nicht regnet. یعنی این
چیز گرامر دس که فعل رو میاره آخر اینجا دوباره حاکم میشه. دس است دوخ نیش رگنت اینن آوسفلوگ. در واقع اینجا ما دوتا فعل داریم. ویر ماخن و نیشت رگنت. آوسفلوگ فعله که به صورت اسم اومده. یعنی که میریم گردش. حالا تو حالت دوم که بخوایم این فعل رو استفاده کنیم میگه این فعل دسکوینس. یعنی در صورت برندگی، برنده شدن، اوکی؟ این گنتیو میشه. یعنی در واقع مالکیت این برندگی به این فعل برمیگرده. حالا گرامر گفتم خیلی نمیخوام توضیح بدم. این فعل دسکوینس ورد ایش دی 10 اورو گیبن. یعنی اگر بردی به 10 یورو خواهم داد. Im Falle des Gewinnes werde ich dir 10 Euro geben. در صورتی که برنده شدی به 10 یورو میدم. یه موقع هست که میگه در صورت لزوم، یعنی باید این کار انجام بشه. بچه‌ها توی فارسی و آلمانی خیلی فرق میکنه. وقتی که میگین در صورت لزوم یعنی این کار میخوام 100 درصد انجام بشه. اوکی؟ در صورت لزوم فارسی یه جورایی انگار مثلا این کمک همچنین رو حواس شال شاد شد نشد ببینم چی میشه، ولی اینجا نه، خیلی مؤکد میگه میخوام حتما انجام بشه. allen falls gegeben falls im brand im bedarf falls. خب allen falls و gegeben falls رو میذارم بر عهده خودتون که مثالاشو بخونید و ببینید. همونجور گفتم تو گوگل این کلمات رو بزنید، allen falls رو بزنید، خودش هزار تا مثال میاد که چجوری میتونین استفادهش کنین و گرامرش چیه. خب این bedarfs falls رو بهتون میگم به خاطر که تو نامه هایی که از ادارات آلمانی میگیرین خیلی این کلمه هستش. یعنی حالا bedarf میشه نیاز، bedurf نیست بازم میشه نیاز. حال فرقش چیه؟ نیه که میشه نیاز، اون به دورف نیست، فکر کنم مثلا میشه نیازمندی یا همچین معنی داره. مثلا این نفر ممکن مثلا ما توی آوسفلوگیم توی یه گردشیم، گایدتون میگه که حتی من به دورف نیست یعنی نیازمنده، یعنی یه نفر نیاز داره که دستشویی بره یا آب بخوره یا یه کاری رو انجام بده، یعنی یه کاری ضروری باید انجام بشه، مسلما باید انجام بشه. حالا ولی اینجا حالا برگردیم مثال خودمون. این bedarfs falls. falls صورت، نیاز در صورت نیاز. این نیازه ولی نیاز مبرمه، 100 درصدیه. فرض کنید زلزله اومده، اون افراد نیاز دارن که غذای گرم داشته باشن، پتو داشته باشن، درشون ضروریه که باشه. یا not falls. not قشنگ معنی ضرورت داره، یعنی حتما باید باشه، مثل یه دارویی که باید به این نفر برسه تا از مرگ نجات پیدا کنه. نوت فالز، به خاطر همین نوت خوف بهش میگن، برای آتش نشانی و پلیس و اینا بهش میگن نوت خوف، یعنی شماره های ضروری، یعنی باید بهش دسترسی داشته باشه. اینقدر مهمه که شما میتونید با موبایلتون بدون که گوتابن داشته باشین حتی زنگ بزنید، برای که ضروریه باید انجام بشه تو همه دنیا. نوت فالز یعنی صورت ضروری. نوتیگن فالز. نوتیگن بازم مثل نوته قشنگ همون کلمه میاتش، ولی چون GEN آخرش گرفته نوتیگن شده. نوتیگن فالز. دوباره آلن فالز من اینجا به اشتباه نوشتم. اوی سرتن فالز اینو من تا حالا نشنیدم، خیلی کم استفاده میشه. یا بشتین فالز اینم در صورت لزومه. اینا رو باید بدونین معنیش چیه، اینا رو خیلی کم میشنوید یا یه تکسی مثلا خیلی دیگه خیلی سطح بالا باشه ممکنه بخونیدش، فقط بدونیدش که معنیش چیه. گونستیکستن فالز این یه جورای مسخره هست، چون گونستیش میشه ارزان، گونستیکستن یعنی ارزون ترین حالت، ولی معنی در صورت لزوم میده، نمیدونم چه جوری قضیهش گرامش. ولی هستن فالز منطقیه، یعنی در صورت بالا، یعنی داره نشون میده که ضرورتش خیلی بالا هست، باید باشه. مثال، یه مثال خیلی پیچیده براتون انتخاب کردم، کم مشکل. میگه که این فیلسوف
oder ein Poet kann kaum noch mit Durchschnittsmenschen sprechen. Yanchi, wie jek Philosoph oder ein Poet, ja jek Shaer, kann mitavonat kaum benotrat noch mit in noch in der Partikelle mitune ba Durchschnittsmenschen, yani ba همه اقشار جامعه، همه انسان ها، یعنی یک میانگین انسانی، همه انسان ها منظور هست. دوشنیت منشن سپرچن، یعنی یک شاعر یا یک پوئت، یک فیلسوف یا یک شاعر میتونه خیلی کم با مردم عامی حرف بزنه. آلن فالس پلاودر، یعنی یا حتی در صورت لزوم باهاشون پلاودر میشه، یعنی تلاش کردن، زحمت کشیدن، به دوش کشیدن، به دندان کشیدن تا یک کاری انجام بشه. یکی یک شاعر یا یک فیلسوف اصلا نمیتونه با مردم حرف بزنه. حالا شما بگو در صورت لزوم بیاد حتی باهاشون مثلا یک کاری رو انجام بده، یعنی اینا به قولن میگن آبشون توی یه جوب نمیره، یه همچین چیزی معنیش. شاید بهترین مثال نبود ولی خواستم بهتون بگم که گرامرش خیلی آسونه. آلن فالس پلاودر، این فارسی که حرف میزنیم، در صورت لزوم حتی باشون یک کار رو انجام بده. در غیر این صورت اندرز، اندرن فالز، یا انزونستن یا زونست. مثلا اینجا مثال راستی گذاشتم براتون. مثال میگه که ich hoffe، امیدوارم، اینجا دوتا گرامر خواستم هم بهتون معرف کنم. امیدوارم کاما دو هست، من میگم کاما بخاطر که تو فارسی میگفتیم کاما، کاما ich hoffe، امیدوارم دو هست دست ابگدرید، یعنی امیدوارم یه جورایی حلش کرده باشی، پیچونده باشیش. اوکی، ich hoffe، امیدوارم، گرامر اول دو هست، یک اول امیدوارم کاما، بعد دوباره جمله انگار از نو شروع میشه. دو هست، اول اسم میاد، شخص میاد، یا اشیاء میاد، یا زمان میاد، بعد فعل سریعا پشت سرش میاد. دس گاز، اخسو ببخشید بچه‌ها من بد ترجمه کردم، دس گاز ابگدرید، یعنی اون گاز رو بسته باشی، پیچونده باشی. نمیدونم، یادم نمیاد چی ترجمه کردم. دس گاز ابگدرید یعنی گاز رو بسته باشی. اندرز فالس، در غیر این صورت، پشتش فعل میاد، wäre das eine Katastrophe، میگه یک اتفاق بد میفته، کاتاستروف میشه یک اتفاق بد. پس گرامرش خیلی راحته. wenn du das Gas nicht abgedreht würdest، یعنی اگر گاز نبسته باشی، یه مثال دیگه دارم میزنم، wäre das eine Katastrophe، اینو میتونی بگیم اگر گاز نبسته باشی یک کاتاستروف پیش میاد. حالا اینجا داره میگه که اگر نبسته باشی در غیر این صورت یه اتفاق بد میفته. مثلا میگیم که امیدوارم چتر رو با خودت آورده باشی، در غیر این صورت زیر بارون خیس میشی. امیدوارم جعبه آچار رو با خودت آورده باشی، در غیر این صورت مثلا نمیتونیم کار کنیم. ich hoffe du hast die Geräte mitgebracht hast، یعنی امیدوارم دو هست دست گرد میتگبره، یعنی امیدوارم دو هست اون وسیله رو، اون دستگاه رو با خودت آورده باشی. اندرز فالز، در غیر این صورت، können wir nicht arbeiten، جمله خیلی ساده میاد پشت سرش با فعل. خب در هر صورت jeden فالز و در این ا رو خیلی تو مکالمه میشنویم، مخصوصا اگه اشتباه نکنم شرق آلمان اینو خیلی میگن. jedenfalls، در هر صورت، auf jedenfalls، همه اینو شنیدن، میگن که در هر صورت، یعنی هر چی پیش بیاد. میگه که jedenfalls مثلا یعنی چی؟ مثال فارسی، در هر صورت میریم پیاده روی، یعنی اگر بارون بیاد، برف بیاد، تگرگ بیاد، میریم پیاده روی. در هر صورت من باید روزی 50 تا کلمه یاد بگیرم، یعنی اگر کار داشته باشم، مریض باشم،
هر چی باشه من باید روز 50 کلمه یاد بگیرم. در هر صورت من باید روزی یک بار دوش بگیرم. یعنی نمیدونم اگر خسته باشم، کار داشته باشم، نمیدونم گرفتار باشم، ولی باید حتما دوشمو بگیرم. اوکی؟ پس میشه که ich jedenfalls، یعنی من در هر صورت brauche eine Ewigkeit، یعنی من در هر صورت نیاز دارم یک زمان طولانی. Ewigkeit یعنی یه جور اغراقیه، یعنی تا ابد و دهر. بیس اینه نامه میه میک میکنم تا بتونم یک اس رو حفظ کنم. فکر کنم بچه ها اینجا اشتباه نوشتم. اینجا ich brauche jedenfalls eine Ewigkeit bis sein Name mir merken kann. یعنی اول اس میاد، بعد فعل میاد، بعد jedenfalls eine Ewigkeit bis sein Name mir merken kann. یعنی من در هر صورت خیلی زمان نیاز دارم تا بتونم اسمش رو حفظ کنم. این شاید مثال خیلی خوبی نبوده اینجا من زدم دیگه، ببخشید. من هم اینا رو ساعتای دی وقت شب انجام میدم، خسته از سر کار میام، شاید بهترین به ذهنم نرسه. فالز زوفورت زوفر یا ون، اینا ستاش دقیقا معنی اگر میده. یعنی اگر این اتفاق افتاد، مثلا من این کارو میتونم انجام بدم. اگر تو فردا بیای میتونیم این کارو انجام بدیم. اگر اتوبوس الان نیاد به کارم نمیرسم. اگر اینترنت قطع بشه نمیتونم ویدیوها رو ببینم. اوکی؟ فالز زوفرن یا ون. ون دو نیشت میت کومست، این امش افتاده ببخشید. Wenn du nicht mitkommst, اگر فردا با هم نیای، گه ich auch nicht. منم نمیرم. Wenn du rauchst, kannst du nicht Sport machen. Wenn du kein Geld hast, kannst du diese Tasche nicht dir leisten können. اگر مثلا بگیم اگر تو اگر بارون بیاد نمیتونیم بریم پیاده روی. Wenn es regnet, comma بعدش فعل میاد، können wir nicht spazieren gehen. خب امیدوارم ویدیوها به دردتون خورده باشه. توی کامنت بچه‌ها کلمات رو با معنیاش دوباره میذارم. اگر بشه تلاش میکنم چند تا مثال خوب هم دوباره پیدا کنم براتون بذارم درس، ولی اینقدر در مورد اینا مثال وجود داره توی اینترنت و سایت های اخبار و اینجور چیزا که اصلا حد و حساب نداره، چون خیلی اینا مسلماً پرکاربرد هستن توی زبان آلمانی. امیدوارم این ویدیو هم واقعا به دردتون خورده باشه. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.